روز شانزدهم جمادی و مصادف با 39 همین سال روز شهادت اندیشمند بزرگ و عالم و مجتهد مجاهد مرحوم آیت الله سید حسن حسینی شیرازی است. در روز شانزدهم جمادی و آیت الله سید حسن شیرازی برادر مرجعیت شیعه آیت الله العظمه سید صادق حسینی شیرازی مدزلو به دست عناصر حزب بحث عراق به شهادت رسید شهید آیت الله سید حسن شیرازی در سال 1345 قمری در شهر مقدس نجف چشم به جهان گشود و پس از تحصیل علم نزد اساتیدی چون پدرش آیت الله العظما سید میرزا مهدی شیرازی برادر بزرگش آیت الله العظما سید محمد شیرازی آیتالله الله سید محمد هادی میلانی و آیتالله الله شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی به درجه اجتهاد رسید این شهید والامقام مقام با الهام گرفتن از قرآن و اطراعت راه نجات ملتهای مسلمان را بر آدان باز می گفت و این همان چیزی بود که حزب بحث عراق و دیگر ظالمین از آن حراس داشتند ایشان بر لزوم گسترش شاعر حسینی بسیار تاکید داشت و آن را بیمه دین در برابر همه خطرات دشمنان می دانست. حق قانونگذاری را منحصرا برای اسلام و معصومین علیه ما سلام می شمرد و هرگز قوانین مخالف با اسلام و محدود کننده آزادی های مشروع فردی و اجتماعی را صحیح و قابل اجرا نمی دانست. همچنین این مشتهد مجاهد فعالیت‌های بسیار در زمینه مقابله با تفکر کمونیستی داشت که در آن زمان به کشورهای اسلامی خصوصا کشور عراق حجوم آورده بود و به همین دلیل توسط رژیم بحث عراق دستگیر و زندانی شد مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در قسمتی از خاطرات خود در این باره میگویند وقتی به ملاقات برادرم رفتیم هنگام ورود مامور بحثی از من سوال کرد که هستی؟ هنگامی که خود را معرفی کردم گفت برادر موضور آمریکا وارد شدیم و منتظر ملاقات برادرم بودیم وقتی ایشان آمدن در نگاه اول او را نشناختم و مرحوم والده نیز باورش نمی شد که او پسرش باشد چرا که وضعیت ظاهریش در اثر شکنجه تغییر کرده بود این شهید بزرگ پس از آزادی از زندان فعالیت‌های خود را گسترش داد که از آن جمله میتوان به تأسیس و راهاندازی چندین مسجد و مرکز اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی و همچنین مدارس حوزوی اشاره کرد که از مهمترین آنها حوزه علمیه زینبیه در دمشق و مدرسه امام مهدی عجل الله تعالی فرجا شریف در بیروت لبنان هستند که همچنان به فعالیت و تربیت طلاب و علمای شیعی می پردازند. سرانجام آیت الله سید حسن شیرازی در تاریخ 16 جمادی و سانی زمانی که قصد داشت در مراسم یادبود شهید سید محمد باقر صدر در لبنان را داشت توسط دو نفر موتورسوار به ضرب گلوله به شهادت رسید به گفته یه خالد عبدالغفار منشی دیکتاتور معدوم عراق شخص صدام دستور ترور ایشان را داده بود آیت الله سید محمد حسینی شیرازی در مراسم این مجاهد خستگی ناپذیر گفته بودند این اولین شهید از خاندان شیرازی نیست و آخرین شهید نیز نخواهد بود. پیکر پاک شهید آیت الله سید حسن شیرازی پس از انتقال به شهر مقدس قم و خواندن نماز توسط آیت الله عزما مرعشی نجفی علیه الرحمه در حرم متحر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.